بهرام که گور میگرفتی همه هم دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. حالا خودمون طرح سوالیم، نمیدونم الان با این سوالو باید چیکار کنیم و جزئی هم از قبل کسی به ما نداده بود که بخونیم. رضا شاید برای بعضیش واقعا آماده نباشم. چگونه خلاقیت مثلا در گذشته مثلا در خانم هیدر میشه بیاد کمک کنم؟ خانم هیدر دانشجوی ماست توی دانشگاه. چگونه خلاقیت مثلا در رشته معماری ایجاد میشه؟ واقعا نمیتونم الان تو این وقت کم جواب بدم. اجازه بده سوالهای این تیپی رو من فقط بخونم من باب اینکه سوالهای خوبی هستن، ولی من به شما این قول رو میدم که توی گروه آینده پژوه دانشگاه ما همیشه در گروه به روی شما بازه که بشینیم و با هم حرف بزنیم. اگر ما نوجوانان ایرانی بخوایم جنبشی همچون تغییرات آب و هوایی راه بیاندازیم و والدین ما اولین و سرسخت‌ترین مخالفان ما در این راه باشن، چه کنیم؟ باش مخالفت کنید. یعنی من فکر می‌کنم که لازم شما یه مقداری ببینید دوستان، شماها لازمه یه مقداری غرور و خودخواهی داشته باشه. من همیشه بین بچه‌های توی مدرسه که میرم اینو بهشون میگم، یه قسمتی از وجودتون رو اجازه ندید خرج هیچ کسی بشه، حتی عزیزترین کسانتون، یعنی پدر مادرتون. یه کمی متهم میشن به اینکه بچه‌ها سرکش میشن، ولی خب اشکالی نداره. تشخیص آینده درست، تشخیص راه درست، تشخیص علاقه برای پیدا کردن آینده. واقعا میگم سوال بعضیش خیلی 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 جوابش مفصله، بنابراین تو وقت 10 دقیقه شاید نشه بهشون جواب داد. چطور میشه امید رو به جوانها برگردون توی ایران؟ خیلی واقعا پاسخ دادن بهش سخت و پیچیده است، ولی توصیه‌ای که میکنم اینه که اول امید خودتون رو از دست ندید و تبدیل به یک ویروس برای انتشار ناامید توی جامعه نشید. همین یک قلم اگر که انجام بشه و اگر همین آدمهایی که توی این سالن هستن متعهد به همین قضیه بشن، به نظر من اتفاقات خوب توی حداقل شهر ما میفته. میخواستم کمک کنید بهم که چطوری میتونم یک گروه خلاق رو برای یک استارتاپ جمع بکنم. میتونیم توی گروه در موردش صحبت بکنیم؟ به نظر شما آینده ما باید در رابطه با تحصیلات باشد؟ نه، به نظر من میتونه بیرون از تحصیلات باشه. چجوری تونستم به اهداف تاثیرگذارم؟ واقعا جوابش طولانیه. راهکارهایی برای افزایش 4 مهارت در زندگی، من فکر میکنم راهکار خیلی زیادی هستش که اگر شما جستجوگر باشی پیداش میکنی و حداقل ما توی گروه داریم یک سری از این راهکارها رو جای مختلف معرفی میکنم. چند تا کتاب که از نظر شما خوبه، من آدم معرفی میکنم و شما میتونید اون آدمها رو پیگیری بکنید. به نظر من خوندن آرا و نظرات آقای الوین تافلر خیلی به شما آدمها میتونه کمک، به همه آدمها مخصوصا آدمهای کارآفرین میتونه کمک بکنه. اگه خیلی دوست دارید در مورد آینده بدونید و یه سری چالش براتون ایجاد بشه، شاید کتاب آقای نوح هراری انسان خداگونه و انسان خردمند بتونه کتاب‌های خوبی برای شما باشه. اگر تو حوزه استارتاپ کار می‌کنید، بچه‌های استارتاپی بهتر از من می‌دونن که کتاب‌های مثل لینکن و از کتابی مثل تست مامان و کتاب‌های از این جنس می‌تونه به شما کمک بکنه. اگر من حوزه علاقه شما رو می‌دونستم شاید خیلی بهتر می‌تونستم بهتون کمک بکنم. آقای طاهر، شما صحبت از امید و آینده و خوشبینی کردید، ولی صحبتی از روش‌های مقابله با مشکلات نکردید. من فکر می‌کنم به اصل قضیه پرداختم. راه مقابله با مشکلات اینه که ما درک بکنیم دوستان، واقعاً عمیقاً درک بکنیم که همونقدر که مشکلات واقعی هستن، به همون اندازه هم امید یه معقوله واقعیه که می‌تونه به شما کمک بکنه. با توجه به جهان نگریستن، تقابل آینده پژوهی با مبحث‌های ایدئولوژیک رو بگید. میگم این بحثاییه که ما میتونیم توی گروهمون داشته باشیم، میتونید اونجا بیاد و با هم صحبت بکنیم. اگر من یه حرکتی رو ایجاد بکنم، این سوال خیلی خوبیه، اگر من یه حرکتی رو ایجاد بکنم انگ آنتی سوشیال بودن یا ضد اجتماع بودن به نمیخوره؟ چرا میخوره؟ ممکنه بخوره و شما نباید اصلا از این بترسید. اگه قرار بود که جامعه شما رو برای ایجاد تغییر تشویق بکنه، که آدمهایی که حامی شما، آدمهایی که در واقع مشوق شما هستن، به این کمی نبودن. جامعه یک مفهوم لش دوستان، جامعه، کلیت جامعه خودش دوست نداره جا به جا بشه، مگر که یک اقلیت خلاقی بخواهند که اون رو بکشن و به زور هم که شده به آینده بهتر منتقلش بکنن. چگونه در این شرایط و کلن شرایط سخت امیدوار بمانیم؟ من به نظرم این سوال برعکسه، یعنی باید بپرسید که اصل قضیه تو غیر شرایط سخت مگه اصلا امید به درد میخوره؟ امید به چی داشته باشه وقتی همه چیز هست؟ چگونه با توجه به ساختارهای اشتباه موجود در ایران، قوانین و سازمان‌ها بتونیم با آینده امیدوار باشیم؟ حرف من همش همین بود دوستان، اگر که از قوانین راضی نیستید بکوشید که تغییرشون بدید.
کدومش مهمه؟ آیا شما به مهاجرت از ایران به طور کلی اعتقادی ندارید؟ من تشویق نمی کنم کسی رو به رفتن، یا بهتر بگم همه رو تشویق می کنم به موندن، یا بهتر و دقیق‌تر بگم حداقل جوان‌ها رو تشویق می کنم به موندن. به تئوری من اینه، آینده صاحبانی داره و اون صاحبان شما هستید. نباید اجازه بدید یک پیرمرد 70 ساله که خودش همه جنگ ها رو دیده و در همه جنگ ها هم در واقع روی عزرائیل رو سفید کرده، شما رو از آینده‌ای که نیامده و مدیر شمایید، مالک شمایید، نامید بکنه. اگر بپذیرید و قبول بکنید که مالک آینده شمایید، پس برای ساختنش هم تلاش میکنید. اگر این پذیرش در شما وجود نداشته باشه، چه فرقی میکنه شما کجا باشه؟ دوستان بذارید یک مثال جالب براتون بزنم. در شهر حلب در سوریه، در یکی از دیوارهای خرابش یک دست نوشته زبان عربی نوشته بود که وطن هتل نیست که وقتی من از خدماتش ناراضی بودم عوض بشه، وطن خونه است. خونه حتی اگر که خرابه باشه، شما باز یه آینه میگیری بهش وصل میکنی، تزیینش میکنی. حتی اگر خونه پیش با محقر باشه، جاروش میزنی، سعی میکنی خوشگل باشه، سعی میکنی اگه مهمون اومد خونه رو تمیز نگه داری. کدوم یکی از ما نسبت به هتل چنین عرقی داریم؟ درک بعد از ما که میریم یه کسی میاد تمیز میکنه. وطن بچه هتل نیست که هر کسی از خدماتش ناراضی بود بذاره بره. وطن خونه است و هر چقدر هم که مشکل پیدا بکنه، باز یه کسانی باید بمونن و خونه رو به جای بهتری تبدیل بکنن. آیا بی محابا به سمت آینده حرکت کنیم؟ چگونه زمان حال رو از دست ندهیم؟ ببینید، ما تو حالا باز مباحث نوآوری میگم خدمتتون، ما یک مفهومی داریم تو حوزه استارتاپ ها، بهش میگن ساختن سازمان دو سو توان. دقیقا مثل آدمی که بلده با دو تا دستش بنویسه، سازمان های دو سو توان این خاصیت رو دارن، ضمن حفظ وضع موجود و بهره بردن از وضعیت موجود میتونن به سمت آینده ها هم حرکت بکنن. من مثلا این نیستش که شما مداوم و بی کله به سمت آینده حرکت بکنید و هیچ وقت از دستاوردهاتون استفاده نکنید. من مثلا اینه که شما هیچ وقت ترمز نکنید، هیچ وقت به این چیزی که هست راضی نباشید، هیچ وقت موفقیت رو در چیزی که هستید نبینید. این شما رو تبدیل میکنه به یه آدم دو سو توان، آدمی که میتونه ضمن حفظ چیز بهره برداری کردن از چیزهایی که تا الان به دست آورده، به فکر این باشه که چگونه میتونه به این چیزها چیز دیگه ای اضافه بکنه. این لول شخصی، لول استارتاپی، و توی لول اجتماع هم میتونیم به همین برسیم. خب وقتی ما خودمان باشیم، یه سری عوامل بیرونی هم هست، اگه قانون بشکنیم خب خوبه، ولی وقتی که حمایت حداقل یک نفر داشته باشیم، چجوری این جسارت رو به دست بیاریم؟ من براش قانونی ندارم دوستان، ولی در موردش یه چیزی میدونم. یه روزی، البته این جمله واقعا کلیشه‌ایه ولی به نظرم به درد میخوره، یه روزی ما بالاخره مرگمون فرا میرسه. همین امروز میتونید به مرگتون فکر بکنید و فکر کنید اون موقعی که دارید میمیرید دیگران چجوری برای شما ناراحت میشن، برای چی وقتی شما مردید باید ناراحت بشن. جسارت بهتون میده فکر کردن به مرگ که بشید عامل تغییر. چرا اعتقاد دارید بدبین ها هیچ چیز خوبی برای این دنیا اضافه نکردن؟ مثلا اگر یک نفر بدبین گیت حفاظتی در فرودگاه درست، نه این بدبینی اون بدبینی نیست. بدبین ها کسانی هستند که تصویری از آینده ندارن. اون کسی که گیت رو درست میکرده یک تصویر خوشبینانه تو ذهنش بوده، پولی که از فرودگاه میگرفته. آدم های بدبین تصویر مثبتی از آینده ندارن، کلن برای اونها جدا شدن از زمان حال به معنای مرگ و نابودی و نیستیه. از کجا شروع کنیم؟ این خیلی واقعا سوال های کلی هستن، بقیهش هم تقریبا تکرار شده. حالا دوستان اگه فکر میکنید سوالی هستش که من بهتون جواب ندادم، من در خدمتتون هستم. به اضافه اینکه باز عرض کردم خدمتتون، ما در گروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان، هرچند یک گروه کوچیک و تازه تأسیسه، اما تقریبا هر روز هفته از ساعت 8 صبح تا پاسی از شب من، دانشجوان و همکارام هستیم و همیشه هم واقعا با پذیرایی چایی و البته آغوش باز منتظریم که شما بیایید و با ما سر بزنید.